اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، محکومیت یورش وحشیانه به منازل نمایندگان کارگران فولاد اهواز و دستگیری‌ها. فراخوان مقاومت ایران برای پیوستن به کارگران و درخواست حمایت مجامع بین المللی و سندیکاهای کارگری. حمایت‌های گسترده از اعتراضات کارگران فولاد اهواز. سلام میکنم خدمت شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. توجهتون رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب میکنم. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران امروز طی اطلاعیه اعلام کرد شب گذشته یک شنبه 25 آذر 16 دسامبر نیروهای اطلاعاتی رژیم آخوندی به خانه های نمایندگان کارگران گروه ملی فولاد اهواز یورش بردند و شماری از آنان را دستگیر کردند. همزمان از اولین ساعت صبح امروز گارد ویژه نیروی انتظامی و دیگر نیروهای سرکوبگر و ماشین‌های آبپاش در مقابل استانداری و دادگستری و بسیاری از نقاط حساس شهر اهواز مستقر شدند تا از ادامه تظاهرات کارگران جلوگیری کرده و آنها را وادار به پایان دادن به اعتصاب کنند. اما کارگران دلیر فولاد اهواز بی‌اعتنا به این اقدام‌ها و تدابیر سرکوبگرانه از صبح امروز 38مین روز اعتصاب خود را شروع کردند و خواستار آزادی بلادرنگ کارگران شدند. کارگر زندانی حمایتت می‌کنی، کارگر زندانی حمایتت می‌کنی، کارگر زندانی آزاد، کارگر زندانی آزاد. مقاومت ایران یورش به منازل کارگرانی را که برای احقاق حقوق اولیه خود دست به اعتراض زده اند قویاً محکوم کرد و عموم کارگران و جوانان و دانشجویان را به ویژه در اهواز و خوزستان به حمایت از کارگران اعتصابی فولاد اهواز و پیوستن به آنها فرا خواند و حمایت مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق کارگران و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف از اعتصاب کارگران و اقدام فوری برای آزادی کارگران دستگیر شده را خواستار شد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. گروه صنعت ملی فولاد اهواز طی اطلاعیه اعلام کرد نیروهای امنیتی شب گذشته همکارانمان را از خانه هایشان به جای نامعلومی منتقل کردند. گناه این کارگران تنها فریاد عدالت خواهی بود، فریاد حل من ناصر یسرونی بود، فریاد هیهات من نزله بر سر مافیا بود ولا غیر. اما عکس العمل نیروهای امنیتی به جای دستگیری و بازخواست مسببین این مشکلات، بازداشت کارگران عدالت خواه بود. لذا هشدار می دهیم هر چه زودتر و بیدرنگ همکاران کارگرمان را آزاد کنند و به دستگیری مظلومان و عدالت‌خواهان پایان دهند. کارگر زندانی حمایتت می‌کنیم. کارگر زندانی حمایتت می‌کنیم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه طی اطلاعیه اعلام کرد تهاجم شبانه به خانه‌های کارگران گروه ملی فولاد اهواز و بازداشتشان را قویاً محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشت شده می باشد. کامیونداران و رانندگان خوزستان حمایت خود را از کارگران گروه ملی صنعت فولاد اهواز اعلام کردند. آنها گفتند هر گونه اعمال فشار و دستگیری را از طرف نیروهای انتظامی و دولتی نسبت به کارگران محرومی که تنها به دنبال خواسته های به حق خود می باشند محکوم می کنیم. همچنین خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان شب گذشته هستیم. ما رانندگان دستگیری کارگران فولاد را محکوم می کنیم و خواستار آزادی آنها می باشیم. اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی با نگرانی از تحریم ها گفت در شرایطی قرار گرفته ایم که به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا
بخش هایی از اقتصاد کشور هدف گذاری شدند و با مشکل روبرو هستند. اما هدف سیاست های تحریمی آمریکا فروپاشی اقتصاد کشور بوده است و به اعتقاد خود می خواهند مردم را در تنگنا قرار دهند تا علیه کشور دست به اعتراض بزنند. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. تا بخش بعدی خبرهای در یک نگاه، خدا نگهدار.